خانم ها آقایان، دکتر فرهنگ هولاکویی و آقای اکبر گنجی. آقای گنجی، در سه تا برنامه این که داشتید که آخرینش همین شنبه گذشته پخش شد، نکته نظر منو جلب کرد و اون نکته تأکید شما هست بر در واقع دینمداری پادشاهان پهلوی، که در واقع محمد رضا شاه، حالا کمتر، ولی محمد رضا شاه قصد اینو داشت که بین سنت‌گرایی و ایرانیگری یک پلی بزنه و در این راه فکر میکرد که اسلام بسیار بسیار به یاری او خواهد اومد. خیلی تاکید شما زیاده، برای من بسیار جالبه بدونم که چطور ممکنه که پادشاهی که در سال 1357 همه او رو شاه خائن خطاب میکردن و همه روحانیت او رو ضد اسلام معرفی میکردن، تا این حد دین مدار و پیرو اسلام بوده و شیفته تعالیم عالیه اسلامی. ممکن در این باره توضیح بدیم؟ یکی از مشکلات استبداد اینه که وقتی که یک رژیم استبدادی با مخالفان خودش روبرو میشه، در یک وضعیتی قرار میده خودشو به خاطر شیوه های سرکوبگرانه و استبدادی داره. حتی در جاهایی که سخنان راست میگه، مخالفین اون سخنان راستشو باور نمیکنن و اونها رو دروغ جلوه میدن و حتی کارهایی رو که نکرده باشه به گردنش میندازن. در مبارزه ای که با رژیم شاه درگیر بود، یکی از کارهایی که مخالفین میکردن، خصوصا مخالفین مذهبی و خصوصا بسیاری از روحانیت انقلابی، این بود که میخواستن که شاه و خاندان پهلوی رو ضد اسلام و اسلام ستیز نشون بدن و این تبلیغاتی بود که در دوران قبل از انقلاب شد و خیلی وسیع و گسترده بودش و بعد از انقلاب هم توی 33 سال که الان وارد 34 سال شدیم، این رژیم جمهوری اسلامی به این تبلیغات ادامه داده. و بعد من دیدم که در خارج کشورم چندین گروه از مخالفین جمهوری اسلامی به این تبلیغات پیوستن و اونها هم دقیقا همین مدعیات رو درباره رضا شاه و شاه تر میکنن و این مدعیات واقعیت نداره و مستندات بسیار بسیار زیادی وجود داره که از حاکی رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هر جفتشون مسلمان بودن، شیعه بودن، اقدامات اسلامی بسیار زیادی انجام دادن، خصوصا رژیم محمد رضا شاه پهلوی که خیلی خیلی زیاده. یک نمونه کوچیکی که میشه راجع به خود رضا شاه گفت اینه که قانون مدنی ایران رو در سال 1306 و 1307 که رضا شاه داد نوشت، اون گروهی که تعیین شد اینو بنویسن، 6 7 نفر اکثرشون روحانی بودن، مجتهد بودن، قانون مدنی ایران رو بر اساس شریعت اسلامی و قانون مدنی اروپایی نوشتن که اساس شریعت و فقه اسلامی بود و بعد از اینی که انقلاب اسلامی هم شد، جمهوری اسلامی همون قانون مدنی رضا شاه رو نگه داشت. خب اگر این رژیم اسلام ستیز بود، رضا شاه باید یک قانون مدنی درست می‌کرد که کاملا با شریعت اسلامی تعارض داشته باشه، نه اینکه انقلاب اسلامی بشه به همون قانون مدنی رو با یه تغییرات اندک که تازه اون یکی دو تا تغییرات اندکی هم که جمهوری اسلامی داده اشتباه بوده، اون قانون نگه داره. شواهد این هم بسیار بسیار زیاده. البته اسلامی که همونطور که من توضیح دادم تو این دو سه جلسه، اسلامی که رضا شاه داشت یا اسلامی که محمد رضا شاه پهلوی داشت که مفصلم توضیح دادم، اسلام آیت الله خمینی یا اسلام دکتر شریعتی یا اون اسلام انقلابی نبودش. این مقدمتا. متشکرم آقای دکتر هولاکویی. من تصور میکنم جان کلام رو جناب گنجی بیان فرمودن. من فقط به 3-4 تا نکته کوچک اشاره میکنم، اگر مایل بودید دربارش میشه صحبت کرد. اولا اینکه وقتی شما گفتگوی درباره موضوع دین دارید، ادیان نگاه مختلف و متفاوتی به خودی و غیر خودی میکنند و برخی از اوقات خطها بسیار مشخص و کشیده شده هست. بنابراین شما اگر در امریکا بگید یک کسی مسیحی نیست، همکنون در حالی که ممکنه میان طرفداران پروپاگاندای مسیحیت یه تردیدی رو در مورد اون آدم به وجود بیاره، بیشتر مسیحیان ممکنه اهمیت چندانی به اون ندن و اصل آزادی عقیده و ایمان رو بپذیرن. ولی برخی از اوقات هم در برخی از ادیان هم در برخی از جوامع، به مجردی که شما برچسب دارید روی آدم که این آدم اون دین رو که شما دارید نداره، در حقیقت پرونده او به مقدار زیادی بسته میشه. بنابراین از یک طرف
مخالفین همیشه از اون استفاده میکردن، هر گروهی رو که میخواستن مورد حمله و هجوم قرار بدن، اهم از مذاهب دیگه، ادیان دیگه، حتی نفیشون میکردن که اونا نیست. حتی شما نگاه کنین، این نگاه رو در شاید 200 سال میان ایران و عثمانی شما داشتید که به حکم یک آیه قرآن که هر کس که دین خدا رو فرق فرق کنه مشرکه، همدیگر مشرک میخواندن. اون آیه ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیئا کل حزبن به مالدهیم فرعون، یه باشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه می کنند و با آنچه که نزد ایشان است دلشادن. بنابراین بر همین اساس میگفتن شیعه مشرکه، یا شیعیان گفتن سنی مشرکه. این گفتگوها بود و از اون استفاده میکردن. شماره دو، شما باید نگاه بکنید که برای اینکه بعدن خودتون رو خودی و نزدیک نشون بدید، در اون زمینه باورها و اعتقادات تظاهرات بیشتری بکنید. و این تظاهرات مخصوصا چون هدفش توده مردم بود، ناچار وارد فرض کنید مراسم روزخانی می شدید یا اونا رو به نوعی مطرح می کردید. حتی در این باره مطمئنم جناب گنجی بیشتر از تاریخ با خبرن تا من، حتی برخی از اوقات حضور و شرکت ها خیلی جدی تر از این بود که هم از یه طرف نشانه تظاهر بود، هم به هر حال باورمندی رو به دنبال خودش شد. از جانبی که بر اساس آنچه که میدانیم در یک کشوری که 95 96 97 درصدش بر اساس آمار مسلمانند، اینکه شما بخواید رهبر یک کشور باشید و حالا گفتگوی مسلمان ستیزی و مسلمان گریزی داشته باشید، اصلا جایی برای شما نمیگذاره. و بنابراین بسیار طبیعی بود که من اون آدم مسلمانی که در این حال باورمندم، به نظر من از حرفا پیداست تا حدود زیادی بودن. مطلبی که جناب گنجی میفرمان بسیار درسته، برای که این قرائت‌های مختلف واقعا ادیان بزرگ رو در یه طیفی قرار میده که برخی از دو طرف این طیف حتی با هم متضاد و متناقض میتونن باشن و در نتیجه شما نمیدونید راجع به کدام قرائت دارن صحبت میکنن. اونم یه دینی به عظمت و وسعت اسلام و با یه چنین سابقه و تنوعی که در سطح جهانی داشته و از نظر وسعت حتی دومین امپراتوری جهان رو تشکیل میداده، بسیار قابل فهمه. و بعد مطلب دیگری که مطمئنم جناب گنجی خیلی بیشتر از من میدونن این بود که این سیاست غرب که میخواست با بستن کمربند سبز به دور اتحاد جماهیر شوروی مانع هجوم اونها در اون منطقه بشه، به هر حال چیزی بود که غربی ها اون رو میپذیرفتند و دوست داشتن و شاه هم اون رو کاملا پذیرفته بود که ما از طریق این کمربند سبز میتونیم جلو حرکت سرخ رو بگیریم. و البته بعدن این کمربند سبز سیاه شد و گرفتاری برای خودش اونگونه که شما اشاره فرمودید به وجود آورد. در اینجا دو تا زمینه به وجود آمد. یکی از یک طرف کسانی فرض کنید مخالفین مثل آل احمد یا شریعتی یا عرض کنم که مطهری و دیگران زمینه‌ای رو فراهم کردن برای یه نگاه دیگر به اسلام که در حقیقت اسلام مدینه بود نه اسلام مکه. و از طرف دیگه پادشاه رو یه عده‌ای دور و برش بودن و مخصوصا شهبانو رو که اینها کسانی بودن که جایگاه و اسلام مقامات دولتی داشتن، رسمی داشتن، دانشگاهی داشتن و به سمت و سوی رفتن که شما خیلی راحت، من خاطرم است در اون زمان شما اصلا تعجب میکردید که رئیس یه دانشگاه معتبری که احتمالاً بحث صنعت و هنر رو داره، اصلا مایه های صنعت رو داره، یه دفعه مایه های ادبی و عرفانی رو در اونجا به نوعی به عنوان اصل و اساس بگذاره. و من چون در برخی از این گفتگوها همون موقع حضور داشتم خبر از اون دارم. حتی استادانی که به یک بار ماجرای ایران و البته ایران اسلامی رو، نه ایران قبل از اسلام رو، مبنای قرار داده بودن برای گفتگوهای خودشون. و این رو حتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من افتخار خدمت داشتم یکی از این استادان بود و حتی درسایی تو این زمینه داشتن و البته دوستان گر. بنابراین دو تا نیرو زمینه ساز این جنبش بود، یکی مخالفینی که با طرح اسلام تازه موضوع رو به هر حال به صحنه آورده بودن و علیه فرض کنید شاه و اینها مستقیم و غیر مستقیم حرکت کردن، یکی کسانی که در چارچوب ارتباطات دولتی و دربار بودن که اونا خیلی مشخص و معین به نوعی همون زمینه رو از سمت دیگر اسلام وارد میکرد. بنابراین شما یه جامعه‌ای داشتید که نه تنها توده مردم، دانشجویان بودن. من بارها عرض کردم ما 1500 دانشجو در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتیم، ساعت 5 بعد از ظهر 1/3 اینا راهی حسینیه ارشاد می‌شدن. یعنی فرض کنید در سال
53 54 55 56 اصلا به عنوان یه موضوع بود، حتی سر کلاس ها گفتگوها برمیگشت به دنباله مباحثی که در اونجا داشتن. حتی کسی که مدیر گروه جامعه شناسی بود خودش یکی از سخنرانان اونجا بود. متشکرم آقای دکتر. میرسیم به این قضیه. دلم میخواد جناب گنجی که شما دادین نظر جناب گنجی رو می‌خواستم بدونم. آقای گنجی در باره توضیحات آقای دکتر هولاکویی چه نظری دارید؟ خیلی لطف کردم، توضیحات خیلی خیلی خوبی دادم که بنده استفاده کردم. ببینید، من نکاتی که تو این سه جلسه روش تاکید کردم، گفتم به مخالفین رژیم شاه من کاری ندارم، چون اون یه داستان دیگه‌ای داره، مستقلا باید راجع به شریعتی جلال و احمد اینا صحبت بکنیم. مثلا تو این جلسه آخر که شما بهش اشاره کردین، جلسه دیروز باشه، من به روشن فکرایی که داخل سیستم بودن، رژیم بودن اشاره کردم، به سید حسین نصر که از طرف شاه شد رئیس دانشگاه آریامهر، از طرف ملکه شدش رئیس انجمن فلسفی شاهنشاهی و بعد شد رئیس دفتر مخصوص شهبانو، به آقای احسان نراقی، به داریوش شایگان، به علیرضا میبودی. من گفتم که شما اگر تو اون دوره به احمد فردی، به روشنفکرانی که شاه به کار گرفت، دربار به کار گرفت، سیستم به کار گرفت، به اینا نگاه کنید، اینا همشون یک ضدیت با مدرنیته، ضدیت با غرب. مستنداتش رو تو همین جلسه دیروز مفصل ارائه کردم. از یک سو ارائه میکردن که غرب تموم شده، غرب به پایان خودش رسیده، غرب داره نابود میشه، مدرنیته همه بدی‌ها مال مدرنیته است. از یک سوی دیگه میگفتن تنها چیزی که نجات بخشه اسلامه، اسلام سپره، اسلام تانک، اسلام تفنگه. این تصویر تا حالا همیشه به ما گفته شده که فقط شریعتی این کار میکرده، اما ما میبینیم که در داخل رژیم شاه این کار داشته صورت میگرفته. اصلا من به شما یه نکته دیگه بگم، آیت الله خمینی این چیزا رو بلد نبود. اگر شما به نوشته های آیت الله خمینی قبل از انقلاب نگاه بکنید، به کتابای اون نگاه بکنه، اصلا این الفاظ توش وجود نداره. چون آیت الله خمینی نمیدونست مدرنیته چی هستش که بخواد نقد مدرنیته بکنه. نقد مدرنیته رو دقیقاً غیر از امثال شریعتی روشن فکران میکردن که تو خود دستگاه شاه بودن. یه نوع سنت گرایی اسلام شیعی، یه نوع اسلام گرایی تشیعی که هانری کوربن اومده بود ساخته بود، که میگفت تشیع این یک برساخته اسلام ایرانیه، که شاه هم دقیقا تو کتاب پاسخ تاریخ که من مستنداتش اونجا یاری کردم همینه بود. بعد شایگان و سید حسین نصر اینا هم اینا رو از کوربن گرفته بودن، یه ترکیبی هم از هایدگر گرفته بودن، دقیقا هم اینا رو میگفتن. تو کجا میگفتن؟ تو تلویزیون، تو برنامه این سو آن سو زمان. تو کجا میگفتن؟ تو روزنامه رستاخیز رژیم شاه، تو رادیو تلویزیون، تو روزنامه کیهان. یعنی شما یه دفعه میدیدید تو رئیس دانشگاه آریامهر تو دانشگاه داره سخنرانی میکنه. تصویر بزرگی آقای گنجی رو عرض کنم حضورتون که نکته ای که هست اینه که